سلام سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. چون پنج شنبه شبهای دیگر امشب نیز نگاهی خواهیم داشت به اخبار ویژه از جمهوری ولایت، آخرین کشفیات علمای اعلام، حجج اسلام و مخلفات آنها در زمینه‌های مختلف. اینکه بهش چه آب و هوایی دارد و چگونه به بهشت برویم. کشفیات تازه درباره امامان شیعه از زبان کارگزاران حکومت ولایت، جمهوری ولایت، و نقش تنبان در راه یافتن به بهشت چگونه است، از زبان یکی از حجج اسلام خواهیم شنید. و نیز این پرسش که چگونه به جای آثار باستانی خود یا در مکان آثار باستانی خود امامزاده بسازیم، یا آثار باستانی خود رو به امامزاده تبدیل کنیم. و خبرهای ویژه دیگر، تغییر و تبدیلات جدید در دولت جدید شیخ پرزیدنت حسن روحانی، در بخش پایانی برنامه پیام های شما عزیزان بازتاب داده خواهد بود. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. اما پیش از هر چیز، انتخاب دولت، اعضای دولت دوم شیخ پرزیدنت حسن روحانی، جا به جا شدن دی از اون حیات به این حیات، از این حیات به اون یکی حیات، و همینطور افرادی که تولید شده بعد از انقلاب که میدونیم همه کاره هستن، چند منظور هستن، میتونن همه کاره رو انجام بدن. اینها رو نه کمپانی های نفتی میذاشتن، نه نظام پیش از انقلاب، نه امپریالیزم، نه سوسیالیزم، نه کوبیزم و امپرسیونیسم، هیچ کدوم از اینا اجازه نمیداد که این استعدادهای پنهان جامعه ما چی بشه، کشف بشه، که میتونن هم استاندار بشن، نشد، وزیر میتونن بشن، نشد، مدیر امور سینمایی کشور میتونن بشن، مدیر صنایع بشن، سفیر بشن، همه کاری رو بلدن. این هستش که یه تعداد جابجا شدن، هیچ ایراد و اشکالی هم نداره، ایراد و اشکالی هم نباید گرفت، چون حکومت چی هست؟ امام زمانی هست. خود آیت الله خمینی گفته و مخلفات و بقیه هم گفتن و ما هم دلیل نداره که حرف علما رو زمین بذاریم و باور نکنیم. در این میون تکلیف اقتصاد هم به کلی روشن شد که میدونیم اقتصاد همون اول، روز اول آیت الله خمینی تکلیف روشن کرد که ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم. راست میگه، سه تا شعار داشت: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، که ما نه مستعمره جایی بودیم ولی خب شعار استقلال میدادیم. آزادی هم مفهوم مشترکی نداشتیم، باز میدادیم، یعنی مثلا فدایان اسلام و چریک های فدایی چه مفهوم مشترکی داشتن، یا جبهه ملی و حزب توده چه مفهوم مشترکی از آزادی داشتن با مثلا فرض کنین مؤتلفه، اینا زیاد مهم نبود. و جمهوری اسلامی هم که خوشبختانه نمیدونستیم چه چیزی هست، این هستش که گذاشته بودیم خالی که بیان به ما بگن حالا چی هست که گفتن. یکی از چیزایی که گفتن که حواستون باشه که برای اقتصاد انقلاب نکردن، چون اون چی مال چهارپایان هست، اقتصاد. حالا وزیر اقتصاد پیشین آقای طیب نیا آمده و گفته که فرصت اصلاحات ساختاری در دولت 11 که از میون رویه فرصت هایی بوده، و بعدم حرف های دیگه هم زده ایشون که گفته در شرایطی که ما یک نظام حکمرانی هماهنگ نداریم، یعنی هر کی هر کیه، ترجمه ساده ترش اینه که انتظار پیشرفت و رفاه وجود نداره. همون کی گفت ما رفاه میخوایم، کی گفت ما پیشرفت میخوایم، اینا خود آیت الله خمینی گفت مال چهارپایان هست، به ما ربطی نداره. بنابراین این حرف ایشون هست. و جانشین ایشون که اومده و گفته و خیال ما رو راحت کرده خوشبختانه، آقای مسعود کرباسیان آمده گفته که به به، من برنامه پیشین رو ادامه میدم خوشبختانه، ایشون میگه، من هم میگم خوشبختانه،
میگه 97 درصد برنامه منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده، مونده اون 3 درصد که ایشون قول داده کار رو تموم کنه. یعنی برنامه ای که آیت الله خامنه ای گفته بود اقتصاد مقاومتی، ما همچنان ادامه میدیم. 3 درصدش هم ما یه کارش میکنیم، این وزیر امیدواریم این 3 درصد هم تموم کنه کاملا. ما اقتصاد مقاومتی مشت محکمی به دهان استکبار و غیر استکبار و عزانه به استکبار و اینها بزنیم، این کار رو خواهیم کرد. این نکته بود در مورد دولت. دیگه ایرادای دیگه رو بذارید کنار، اینی که وزیر دادگستری این بوده رفته اون یکی مثل هم هستن آمدن و اینها رو بذارید کنار، یا مثلا زن در کابینه نیست. البته اشتباه کردن، این خانم ابتکار رو دوباره باید میذاشتن جزو وزرا که منتقدان رو هم خاموش میکردن، چون همیشه در کابینه ها بود دیگه، این حرفا نبود. تا میگفتن زن نیست در کابینه ها، الان هم میذاشتن میگن زن نیست، هازا زن خانم ابتکار رو رفتن مشاور شده که چی؟ مسئول محیط زیست. خوب گذاشته بودیم به اون خوبی گرد و خاک داشت کار خودش میکرد و بقیه کارهایشون هم کاری به کار مردم و گرد و خاک هم نداشت، میذاشتیم اونجا بودن یه چند تای دیگه، خانم شهین ملاوردی و بقیه و اینها. این انتقاد رو حالا کم کم هم خاموش میشه این انتقاد و مشکلات همه حل خواهد شد با این 3 درصد مونده از اقتصاد مقاومتی که اجرا نشد. یکی دیگه از خبرهایی که من داشتم در این مدت، در این مدت که میگم این چند روزه اخیر، این هستش که خوشبختانه ما از نظر اقتصادی پیشرفتایی که کردیم 97 درصد اقتصاد مقاومتی و از نظر تولید امامزاده، امامزاده ما خوشبختانه چند هزار امامزاده تونستیم تولید کنیم بعد از انقلاب، و در برنامه های پیشتر من اشاره کردم آرزوی همه ما هست که روزی به هر خانواده ایرانی، نه تنها هر شهر که خوشبختانه الان شهرها دارن، نه تنها هر روستا، بلکه هر خانواده ایرانی صاحب یک امامزاده خصوصی بشه. روال اوضاع اگه همینطور ادامه پیدا کنه به این آرزوی باستانی ملی یا مذهبی یا ملی مذهبی، من نمیدونم چی هست، این علما باید تعیین کنن، خواهد رسید. امت همیشه در صحنه و البته گایم حاج و حاج خواهد رسید. فعلا آثار باستانی خل خالی که رفته بود بیل و کلنگ برداشته بود و رفته بود سراغ تخت شمشید، که خب به هر حال جلوش گرفتن نگذاشتن این کار عظیم و شأن انقلابی انجام بشه. ولی الان راه های دیگه ای هست، همونطوری که الان کم کم زمزمه هایی هست، یه سری از روحانیون صادر شده به خارج اینجا در همین منطقه واشنگتن هم قرار خوابنما بشن بر اساس خوابی که دیدن در گفتگوی تمدن‌ها و تبادل فرهنگ‌ها و اینا. هم یک امامزاده‌ای هم همین اطراف بسازیم و در اورنج کانتی و بقیه جاها، در خود ایران خوب بهتر و بیشتر میشه این کار رو رواج داد. آمدن و اداره اوقاف گفته معبد آناهیتا رو در کنگابر در همون حوالی، معبدی هست معبد آناهیتا، که آمدن و گفتن که اینو بخشیشو دارن یک امامزاده اونجا دفن، امامزاده ابراهیم، شوخی هم نیست. اسماعیل اگر بود باز میشد کارش کرد، امامزاده ابراهیم شوخی بردار نیست. بله، یک امامزاده سلطان ابراهیم هم هست در ایزه و مالمیر و اون طرف ها که اون دیگه اصلا شوخی بردار نیست. این امامزاده ابراهیم ها رو من یه مقدار سابقه شون دارم. آمدن و گفتن که اوقاف مدعی شده یه امامزاده اونجا هست، میگین از ثابت تو نیست، میخوایم دست بزنی که نمیشه، دی ان ای این صحبت ها که نمیشه، چون اون زمان که رسم نبوده. اوقاف میگه، اوقاف هم که شوخی نیست. به هر حال دادگستری هم رأی به نفع اوقاف داده، که در اون بخشی از این معبد آناهیتا خراب بشه و اون امامزاده ساخته بشه. کم کم حالا پس فردا اگه اومدن بخشی از تخت جمشید امامزاده اسماعیل اگه باشه میشه یه کارش کرد، گفتم یه ابراهیم دیگه باشه، امامزاده ابراهیم مثلا شیرازی، یه همچی چیز درست میکنن و هرچه که هست، و بعد اون وقت بیا و درستش کن. کم کم این اتفاقات افتاد، زیاد جای نگران نیست، باید آماده بود.
و بعدم بین خودمون بیننده هم غریبه نیستن، که شما عزیزان که غریبه نیستید، بین خودمون باشه. به آناهیتا که میدونیم فرشته یا الهه نگهبان آب و آبادانی و فراوانی و اینها هست، بعدم ما برای چی میکنم که برای آب و آبادانی و رفاه و این چیزا که انقلاب نکردیم؟ ما برای معنویات آب کم جوی، تشنگی آور به دست، برای اینا ما انقلاب کردیم. برای من وقتی هم که آب و اینا نیست، به قول عماد خراسانی عزیز، ای در جوانی پیر و بیدندان رضا جان، دندان چه خواهی چون نباشد نان. رضا جان راجبه دوستش گفته بود اینه که ما دیگه آناهیتا معبدش رو امامزاده ابراهیم به روز میکنیم، آثار باستانیمون، معابد آثار باستانیمون به روز میکنیم، امامزاده مسیب، امامزاده حسین قلی، امامزاده بسیار، امامزاده حالا میگن بیژن و اینا هم هستون که خیلی دیگه روزتر هست. بنابراین آثار باستانیمون رو بیایم گام به گام به روز تبدیل کنیم، جای هیچ نوع نگرانی هم نیست. من ظالم با شما عزیزان خواهیم بود و اطلاعات تازه‌ای درباره امامان شیعه از زبان حجج اسلام و مخلفات آنها. خب ببینید، ما شیعیان ایران یا شیعیان جهان، حالا انواع و اقسام شیعه که وجود داشت، شیعه شش امامی بود، چهار امامی بود، همین در یمن هنوزم هستن و جاهای دیگه، و دوازده امامی که در ایران بسیار زیاد، هشت امامی و بقیه. اما بعد از انقلاب این کلمه امام هم که دیدیم دیگه خیلی مقدس بود برای شیعه. آیت الله خمینی که اومد، ما اختراع کردیم یک امام تازه تولید کردیم، امامزاده. وقتی امام میتونیم تولید کنیم، امامزاده که دیگه کاری نداره، اینه که این همه سریع تولید شد، نمیگذاشتن دیگه، نظام پیشین و استکبار و بقیه که گفتم مانع میشدن که هم استعدادها کشف بشه، هم جلو تولید امام و امامزاده امت رو گرفته بودن، این استعدادها رو به اصطلاح کور و خفه کرده بود. به هر حال اطلاعات ما محدود و معدود بود، معدود یعنی فقط چند تا کتاب بیشتر نبود و چند تا رساله و اینو نمیذاشتن، باز اشاره من میکنم، تا اینکه آمدن و کشف کردن کارگزاران حکومت انقلاب، جمهوری ولایت و روحانیت عظیم الشأن، اینها کشف کردن، از جمله درباره امام هشتم شیعیان که در همین مشهد خودمون به اصطلاح آرامگاهش هست. با هم میشنویم اطلاعات تازه از زبان یکی از حجج اسلام. مادر امام رضا یکی از اسمایشون مارسیاس، اهل حضرت رضا طرف مادر فرانسوی نژاد، حضرت رضا طرف مادر فرانسوی نژاد، اهل مارسی شهر فرانسه است، نژادن فرانسویه از طرف مادر. بله دیگه، از این استدلال روشنتر مارسیا یکی از اسماء یا اسامی مادر امام هشتم شیعیان امام رضا، مارسیا، مارسی، شهر مارسی، از اونجا هستن، بنابراین فرانسوی هستن. اینو من و شما نمیگیم، بلکه این حجت الاسلام، حالا درجهش چی هست؟ بسیار عمامه سیاه هست، مثل کمربند سیاه و سفید که میگه، ایشون سیاه هست، خب لابد یک کمی مهمتر هست. وقتی ایشون میگه که دیگه مولا درزش نمیره، خبر یا روایتی که نقل میکنن، حالا آیا میدونن مارسی چه شهری هست؟ یه زمانی مرکز قاچاق مواد مخدر دنیا بود، بندری در فرانسه یا هرچی، اینا که دیگه مهم نیست. و فرمایش ایشون، فرمایش عظیم و شأن ایشون سابقه داره، تنها ایشون نیست، یک روایت نیست، ما چندین روایت داریم درباره امام دوازدهم شیعیان هم گفته شده، با هم باز میشنویم. ما نوشتند مادر امام هادی علیه السلام دختر مأمون بوده،
نه نه خیر، سمانه مغربی یه مطلبی راجع، نه خیر مال معمول هست تو تاریخ، اتفاقا خیلی عظیم و شأن بود مادر ایشون، یعنی همسر امام جواد علیه السلام، بله، و بسیار عابده عظیمی بودن، خیلی محسوس، یعنی حالا بعضی البته همشون که در کمال کمال بودن، اما بعض وقتا عبادت های جوری بود که خبرش این طرف اون طرفشون روزه می گرفتن در امام، خیلی عظیم و شأن بودن، اصلا جایی یه وقت امام تعریف مادرشون کردن، فرمودن مادرم به من ایمان داره و از زنهان صدیقینه، صدیقات، یعنی از دوست خدا، بله خیلی عظیم و شأن بودن، متا اینا بدونیم خوبه، خداوند جوری تنظیم میکرد که این چهارده معصوم ما به یه جای خاصی فقط وصل نباشن، به همه زمین. ما میبینیم که مثلا دختر یزدگرد آمده تو اسیر و چه رفته شده، خانم امام حسین، امام زین العابدین آمده، که خب مادر مطلبیست، خب اصلا گای قیافه و اینا، که خب اگه بگم امام زین ایرانی، خب مادرش باید میبینیم، امام عصر مادرش دختر روم قیصب از بنی اسرائیل، چون اولادش همون صفاست، و اصلا این مادر گونه ای مثلا حتی روی بچه که امام زمانمون اثر داره، که اصلا اندام امام عصر ما اسرائیلی، یعنی استخوبندی، که میخوان اختصاص که اظهاره قربت نکنند، بیگانگی نکنند. آقا من خودمونه الان مثلا دختر من، خب بچه ها به منم ربط داره، بچه ها مادر آقا من مغرب بودند از جایی، و البته خدا میخواست اینو، یعنی به اون طرف وصلن، مادر امام هشتم به طرف فرانسه هستند، اصلا ائمه یه جوری وصل میشن به همه جهان که اظهار بیگانگی مردم نکنن بینا، مثلا مال خودمونه، اصلا یه خود بینفتن نزدیکتر دقت میکردن شکل شمایل همون مادر، مادر امام زین العابدین علیه السلام فهم بودید ایرانی بودن، بله بله، خود دختری از زگر بود، خیلی بله. مادن بله تو سراب امام حسین که ایشون بله. ایرانی ها لایزان میگفتن امام حسین داماد ما. خب من یه چیزی رو به این وسط نفهمیدم، اصلا دعوا نرخ تعیین کردن، شاید همین باشه که این وسط ایشون یه جمله هم گفتن، گفتن مثلا دختر من بالاخره بچه‌ها به منم مربوط میشن، و بعد دوباره برگشتن راجع به سابقه مادران امامان شیعه، حرف به این روشنی ایشون هم تایید کردن که مادر امام هشتم شیعیان فرانسوی هستن ایشون، یعنی ما الان دو تا دانشمند داریم، یکیش روحانی، یکیش به اصطلاح غیر روحانی، حالا یا مکلمی، یا مثلا کشتی، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، دو جور داریم، ولی متو هر دو کشتیه دیگه، هر دو به نحو روحانی حساب میشه. این موضوع بسیار مهمیه، ایشون میگه استخوان بندی امام زمان اسرائیلی هست و امامان ما از این طریق به تمام جهان وصل میشن. حالا آمریکا که قطعا نمیتونه باشه هیچ کدوم، برای اینکه آمریکا کشفش زیاد نیست، چند صد ساله و آمریکا نمیتونه باشه، ولی نمیدونم، آدم آمدن و گفتن مثلا روزی آمدن اشاراتی کردن به بومیان آمریکا، من نمیدونم، اینا کارهای همین محققین هست که به این شکل میگن، و اندام امام زمان شیعیان، ما شیعیان متعالی نمیدونستیم، نمیذاشتن، همین اسرائیلی ها شاید نمیذاشتن، همین امریکایی ها، اندام امام زمان ما به گفته این دانشمند عظیم الشأن در تلویزیون ولایت هم داره صحبت میکنه اسرائیلیست. حالا ما ببینیم، ببینیم این حکومتی که میگن حکومت امام زمانی، نایب امام زمان هست آیت الله خمینی، گفته شد که جد آیت الله خمینی هندی بوده یا از هند اومده. حالا این مطلب خب یادمون هست که چه بلوایی به پا شد، اساسا گفته میشه سرآغاز اعتراضات منجر به انقلاب، ولی الان به راحتی میبینیم که گفته میشه استخون بندی، اسکلت بندی امام زمان ما اسرائیلیه. تحقیقات اندیشمندانه، دانشمندانه است انجام شده، اون موقع همینطوری یه چیزی گفته بودن بدون تحقیقات. اما ببینیم همین نایب امام زمان که شرکه آیت الله خمینی، خب این حکومت نایب امام زمانه، خود حکومت امام زمان چقدر طول خواهد کشید و حکومت های بعد از ایشون، باز هم یکی از علمای اعلام با هم میبینیم و میشنویم. و امام حسین علیه السلام
حکومتش اولین حکومت بعد از حکومت جهانی امام حسین، امام زمانه. حکومت امام زمان 309 ساله از روزی که ظهور فرمودن، 309 سال تمام دوران حکومت حضرت، به تعداد سالهایی که اصحاب غار در غار بودن. بعد از ایشان دوران حکومت جهانی آقا امام حسین، بعد از امام حسین دوران حکومت آقا امیر المؤمنین به مدت 44,000 سال و بعد از ایشان رجعت بقیه امامان. خب این مشکل هم حل شد که امام زمان وقتی آمد چقدر حکومت خواهد کرد، بعد از او چه کسانی حکومت میکنن. این علمای اعلام ما که بیکار که نمیشینن درس خارج و این چیزا در حوزه تحقیق و تفحص میکنن و آینده رو نگاه میکنن، حکومت های آینده. و این حکومت نایب امام زمان هست که اقتصاد مقاومتیه. اون زمان دیگه اقتصاد بی اقتصاد، 309 سال امام زمان قرار رو حکومت کنه، به گفته ایشون پر از عدل و همه این صحبت ها خواهد شد. بعدش هم اینطوری به این ترتیب دلیل و مدرک و این صحبت ها نخواهیم، به من و شما هم اصلا مربوط نیست که این صحبت ها پایه و اساسش کجا هست کجا نیست. اول یا علما رو قبول دارید نه ندارید. خب اگه ندارید که جاتون که این نیست که بیاید سوال کنید، که جاتون اوین و این ور اون ور هست، تفریقه هایی مثل رجای شهر و اون طرف هست. اگر هم قبول دارید، خب قبول دارید، همین هایی هستین که نشستین با این منبر رو گوش میدید و تایید میکنید، صلوات میفرستیم دیگه، کار از این روشنتر که نمیشه که. بنابراین شما سوال مطمئنم ندارید و قبول دارید همه این فرمایشات عظیم و شأن رو. و اما کرامات و معجزاتی هم نه تنها خود امامان داشتن که نسبت داده شده، روایت بسیار است، بلکه نمایندگان و فرستادگان و برگزیدگانی هم دارند، از جمله یکی هم جعفرخان. این جعفرخان هم که من پیشا پیش بگم به جعفرخان از فرنگ برگشته حسن مقدم هیچ به اصطلاح مربوط نیست، ارتباطی نداره. گو که این جعفرخان ما تا لحظاتی دیگه به آلمان میره و در آلمان هست و جعفرخان از فرنگ برگشته نمایش حسن مقدم بود که 27 سالگی هم متاسفانه فوت کرد در اثر بیماری سل، و این نمایشنامه کمدی بود که بر اساس اون فیلم هم ساخته شد. اون اصلا ربطی به من و شما و این یکی جعفرخان نداره. جعفرخان از فرنگ برگشته، این از فرنگ بر نگشت، به فرنگ رفت برای یه کار خیری. با هم میبینیم و میشنویم کرامات جعفرخان در فرنگ به فرمان امام زمان، اونگونه که این بابا روایت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، خدا رحمت آقای شریعتی. خب ایشون از اولیاء الهی بود، از بندگان صالحی بود که به هر حال تو همین حدود مثلا 20 سال قبل زنده بودن. تهران بودن ایشون؟ ایشون قم بودن. یه مدتی مشهد بود، قم بود، گاهی موقع بعضی از شهرهای دیگری بودن. یکی از دوستان ایشون که زمان دانشجویش آلمان بود، شهر آخن درس میخون، که الان دیگه دکتری هست، الان هستن، ایشون میگفت یه مرتبه من از محل کارم اومدم خونه، دیدم رو میزم یه نامه ایست، برداشتم دیدم جعفر آقا هستش که گفته که احمد جان این نامه به دستت رسید، بیا فلان جا، من اونجا هستم. من تعجب کردم جعفر آقا کجا، آلمان کجا، اونم تو این شهر. اون آدرسی هم که گفته بود بیا یه جایی بود حاشیه و حومه شهر، یه جایی برفگیر یه تپه بود. اصلا تعجب کردم. خلاص میگه من رفتم، میگه رفتم یه تپه برفی بود که گفتم حالا چیکار بکنم، دیدم از بالای اون تپه صدایی میاد که احمد جان یا علی بگو بیا بالا. عجب. میگه من تو اون سرما و برف و به هر حال این رو رفتم بالا، رفتم با ایشون رو بوسی کردم و دیدم یه کلبه ای هست و وارد کلبه شدیم، دیدم یه پیرزنی است و یه جوانی که معلومی که تازه از یک بیماری بلند شده. سلام علیک کردم، گفتم که آقا برای چی اومدید اینجا؟ گفت کاری بود اومدین، باید میومدیم. یه چند لحظه جعفر خان رفت بیرون، من به زبان آلمانی از اون پیرزن پرسیدم که شما ایشون رو میشناسید؟ گفتش که نه، ولی گمان میکردم حضرت مسیح. گفتم چطور؟
گفت من 3 ماهه که متوجه شدم من هیچ کسی رو تو این دنیا ندارم جز این جوانی پسرم رو. 3 ماهه که متوجه شدم سرطان حنجره داره و خیلی این سرطان سرطانی هستش که به هر حال غده بدخیم هستش. وقتی هم رفتیم دیدیم کار از کار گذشته و دکترها گفتن که دیگه به هر حال زمان چندانی دیگه از عمر ایشون باقی نمونده و فقط باید مثلا امیدوار باشید. میگه تا اینکه 2-3 شب پیش دیدم حالش فوق‌العاده بد شد و من دیدم که این پسر رو اگر دست بدم من هم دیگه از دنیا میرم، کسی رو ندارم. التماس کردم به حضرت مریم که ایشون رو شفا، خیلی گریه کردم. وقتی خوابیدم شب حضرت مریم رو در خواب دیدم. حضرت مریم فرمودن که ایشون دیگه عمرش به سر اومده و از دنیا میره. گفتم خانم فرزند شما مسیح مرده زنده میکرد، پسر من هنوز زنده است نمرده، شما یه عنایتی کنید. حضرت مریم گفتن در این زمان کار دست ما نیست، پیغمبر آخر زمان اسمش محمد بود صلوات الله و سلام علیه. او دختری داشت به نام فاطمه و اون دختر آخر یکی از فرزندانش به نام مهدی است که در این زمان او همه کار است، از او بخوا. میگه من از خواب بلند شدم خیلی گریه کرده بودم تو خواب، اون 3 تا اسم تو ذهنم موند، محمد، فاطمه، مهدی، محمد، فاطمه. شروع کردم تکرار کردن به اسم آخری که میرسیدم چون فرموده بود که کار دست او هست یه توجه دیگری داشتم. میگه یه مرتبه دیدم درب کلبه رو میزنن و این آقا اومد، همین جعفر. میگه دیدم ایشون اومد، اومد یه سلام میکرد، رفت سراغ تخت پسر من که افتاده بود و حالش هم فوق العاده بد بود، دستشو زیر کمر رو انداخت و یه اسمی برد، اسم 4 غیر از اون 3 اسمی که تو خواب به من یاد داده بود که من بدنم لرزید. و بعد از یه چند لحظه دیدم پسرم چشمشو باز کرد، کم کم حالش خوب شد دیگه، یواش یواش تا الان که خیلی خوب شده و نشسته و حس بکنم شفا پیدا کرد. من به دست و پای این آقا افتادم، گفتم شما مسیح هستید. گفتم من مسیح نیستم. گفتم شما مسیحید، من دیدم که پسرم رو که در واقع مرده بود شما شفا دادید. گفتم من مسیح نیستم. اون 3 اسمی که به هدیات دادن اون اسم 3 چی بود؟ گفتم مهدی. گفت من یکی از نوکرای او هستم که مأموریتی دارم بیام و به هر حال یه شفایی به ایشون بدم. میگه تو همین هین بود که جعفرها از بیرون کلبه اومد داخل شد. وقتی وارد شد گفتم که آقا اون اسم 4 که بردید چی بود؟ گفت که احمد جان با یه یا علی کار رو تمام کرد. عجب، چون خیلی ایشون به امیرالمومنین علیه السلام علاقه داشت. خب من فکر کنم وسط این همه روایت بعضی از شما عزیزان کنجکاو هستین بدونین جعفرخان چرا بیرون رفت اون برف و سرما. خب رفت دست به آب لابود دیگه، در بلاد کف گاهی وقتا لازم هم هست جعفرخان هم به میره دست به آب در یه همچی شرایطی که صدا کرده این بابا اومده، بعد خودش رفته بیرون. من فکر میکنم شاید احتمالم هست، حالا باید ببینیم، که حضرت مریم شاید هم مثلا گفته کار دست جعفرخانه، از ایران پاشده رفته آلمان رو پیدا کرده و اینها و بالاخره اون بچه رو زیر کمرش گرفته و یا علی گفته و شفا پیدا کرده. و در حیرتم که بعدن چرا از این جعفرخان استفاده نشده در تهران، در اونجا استخدام نشده برای شفا دادن بیماران سرطانی. میدونین چقدر شاید هم خارجی ها گرفتن سربنیز کردن جعفرخان، اما از دست این خارجی ها که نمیذارن ما پیشرفت کنیم جعفرخان های ما رو نابود میکنن. حالا همه اینها به کنار، آب و هوای بهشت که همه مسلمین و مسلمات و همه مؤمنین و مؤمنات و همه لحله میزنیم برای رفتن به بهشت موعود، اول اقلا آب و هوا رو ما باید بدونیم چه خبر هست. حتی در این زمینه هم علما ما رو محروم نگه نمیدارن و غیر مطلع. اطلاعات، آخرین اطلاعات در بخش هواشناسی ما از آب و هوای بهشت با هم میشنویم. هوای بهشت طبیعیه که مطبوعترین و معتدلترین هواست، میوه‌هاش و سایه‌هاش هم که دائمه، اکلها دائم و زلها، یه همچین خصوصیاتی تو بهشتی که برای اینها هست داره. و فروش مرفوعه، همسران ارزشمند و گرانقدر
چه همسران گرانقدری که اینجا گفته حورالعین هستش، چه همون همسرانی که تو دنیا داشتن، ولی ارزشمند و گرانقدر از هر جهت ارزشمند، هم از جهت جمال، هم از جهت کمالاتشون، هوششون، فکرشون. انا انشأناهن انشاء، ما انگار یه آفرینش دیگری به این همسران اونجا میدیم، اصلا انگار یه جور دیگه خلق شدن همسران بهشت. خب هوای بهشت هوای مطبوعه، یه آخرین خبرم که از ایشون شنیدید. اما چه باید کرد که به بهشت رفت و چه نباید کرد که به بهشت رفت، اینا نکات مهمی است. من تمام تلاشم اینه که به شما، برای شما عزیزانی توضیح رو بدم که علمای ما اینقدر بعضی انتقاد میکنن استکبار و اینها و اسرائیل و آمریکا و مامریکا و همه اینا دارن انتقاد میکنن که علمای ما بیکار نشستن و بیت المال رو صرف میکنن اینا، که اولا یک ریال یک سنار من ضامن که با بیت المال کاری ندارم، چون اولا نمیذارم بیت المال بشه، چون درآمد میاد نفت میره یه جایی، بعد میاد میره یه جایی میشه بیت المال، نمیدونم همونجا اصلا نرسیده و بر نمیگرده، نمی... مرتکب معصیت کسی نشه، دستش نرسه به بیت المال، همونجا درآمد نفت یه جاهای دیگه باز ادامه میده سفر خودش رو به بانک‌های دیگه اینا، بیت المال نمیشه. خلاصه وقتی که نشد کسی هم بهش دسترسی نداره. پس اینی که شما ایراد میگیرین اینا بیت المال رو غارت کردن، این کار کردن، اون کار کردن، اساسی نداره، منطقی پشتش نیست و اساسا حتی میشه گفتش که عقلانی هم نیست این ایراد و انتقادها. بنابراین ملایان آخوندها هم میشه گفت، بله قبل از انقلاب میشه گفت، ولی الان مثل که ظاهرا احساس اهانت میکنن اگر بگیم ملا، باید گفته بشه آیت الله یا هر چیزی، یعنی آیت الله و حجج اسلام، علمای اعلام و این چیزها، اینها دستشون به بیت المال آلوده نیست هیچی، بلکه از صبح داشتن به فکر ماها هستن چگونه به بهشت بریم، چگونه به جهنم نریم. پای راست پای چپ این مشکل ازلی رو گفتم که حل کردن در دارالخلا، چگونه بریم و همه این مسائل و اینها. یکی از مسائل مهمی که از من چون خواسته شد، برخی ندیده بودن، برخی از این ویدیوها گزارش های تصویری که ما داریم، اینا چون از نظر علمی بسیار مهم هست، اینه که هر از چنگایی ممکنه باز ما بازپخش داشته باشیم، ابعاد جدید و تازه ای رو در اونها پیدا میکنیم. کار یک عالم که برای همون یه روز و دو روز نیست، برای آیندگانه، برای نسل هاست. علامه مجلسی اون همه کشفیات رو گذاشت، هنوز داره تجدید چاپ میشه، یکی از پرفروشترین کتاب هاست، یعنی تیراژش الان کتاب دیگه در ایران تیراژ مثلا 500 تا خیلی هزار تا، علامه مجلسی به بالای میلیون رسیده، یعنی که گنجینه علم و دانش هست. بنابراین این برگردن به حرف اصلی که این علمای ما کارهایی میکنن، کارستان چگونه به بهشت بروید. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما داریم و نمیدونیم برای خودمون گرفتاری درست میکنیم، فردا سر پر سراد یقه ما رو گرفتن، پرسید همون نکیر منکر شب اول قبل، تنبون تو چطوری پات میکردی؟ ایستاده؟ خب دیگه کار همونجا تمومه دیگه. و همین سوال اصلا به عقل ما نمیرسه اون، که مگه این چه ربطی داره؟ ربط داره، علمای ما گفتن و ما نشنیدیم. همونطور که آیت الله خمینی در پاریس نفلوشاتو گفت اسلام برای شما تا صندوق خونه خونه شما هم کار داره، و اینو ما نشنیدیم. باید توجه بکنیم و بشنویم. علمای ما هشدار دادن برای اینکه سر پر سرات شب اول قبل، سر پر سرات گیرم نکیر منکر رو راضی کردیم، یه جورایی باشون کنار اومدیم. پر سرات شوخی بردار نیست، اونجا یقه ما رو گرفتن، تنبونتون چطور پاتون میکردید و ندونستین، از اون بالا شیرجه در جهنم. یک امر به نظر ساده، میبینیم چقدر اهمیت داره. نگاه کنید، با هم تماشا میکنیم و بیاموزیم همراه با هم. پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروهه. شما میدانید که اولا دستور داریم در آداب لباس، فرمودن شلوارش رو انسان میخواد بپوشه
بنشینه بپوشه، ایستاده شلوار نپوشید. در روایت داره اگر کسی ایستاده شلوارشو بپوشه، خدای متعال به درد او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه. خب ببینید، این ویدیو رو من قبلا هم در برنامه خیلی خیلی پیشتر پخش کردم. برخی از بینندگان ما پرسشایی داشتن، امیدوارم جوابای خودشون رو باز گرفته باشم با توضیحات من و فرمایشات این حجت الاسلام. به دردهای مبتلا میشه همین فرنگی ها که تومونشون رو ایستاده پا میکنن. خب ببینید چه دردهای مبتلا هستن، هم از آمریکایی و غیر آمریکایی. رو به قبله که دیگه اصلا مکروه، شما سه دفعه فعل مکروه انجام بدید مثل این یه فعل حرام انجام دادید. حالا ضرب در کنید که تومون رو چند دفعه پوشیدین در عمرتون تا الان، تقسیم بر سه کنید ببینید چی میشه، چقدر فعل حرام انجام دادید. به خاطر افعال حرام خودتون میدونید نکر و منکر و خوره سران. من در همون برنامه های پیشتر یک بار که پخش کرده بودم این پیشنهاد رو دادم، برای اینکه دوچار معصیت نشیم. خب ممکن اولا دو راه هست، باز پیشنهادهای من هست. یکی این که به طور کلی دم دراز شده اگه بشه تومون رو پوشید خیلی بهتره. کار همون از رخت خواب، تو رخت خواب که هستیم تومون رو پاک کنیم یا اساسا در نیاریم به کلی تومون رو، این یه راه. اینی که میگن نذارید فلان این تنبانش دوتا بشه، اینم کنایه به همین مطلبه، دو بار معصیت مرتکب میشه. در راجب در آوردن تنبان ایشون توضیح ندادن که اونو چطور باید در بیارن، باید باز نشسته باشه سرپا میشه تنبان رو در آورد. اینا ما از علما توقع داریم راجب این موضوع هم حتما نتایج آخرین تحقیقات خودشون و ارتباطاتی که با مسئولان بهشت و جهنم و اینها دارن حتما در اختیار ما امت همیشه در صحنه و البته گایم هاجواد بگذارن. یکی اینه. یک پیشنهاد دیگه ای که من دارم و پیشترم گفتم و امیدوارم مورد توجه قرار بگیری که تنبان بی تنبان. تنبان هم یه چیز فرنگیستی مثل کراوات، مثل این یقه‌های پیرن که حذف کردیم. تنبان رو هم با یک اقدام انقلابی به اصطلاح حذف کنیم و امت رو بیاییم و خلع تنبان کنیم و به جای تنبان لنگ ببندیم که دیگه مرتکب معصیت نیم. در روایت هم دیگه نداریم لنگ رو چطوری ببندیم. این یمنی ها برای همین لنگ میبندن دیگه، برای اینکه زودتر از ما کشف کردن. اسکاتلندی ها هم دامن میپوشن که دیگه مرتکب معصیت نشن، در مراسم رسمیشونه البته. ولی یمنی ها بیشتر و در جزایر قمر هم هست این سنت لنگ بستن و برخی دیگه جا. اینا میدونن، اینا ارزشای کارهای علمای ما رو میدانن، بنابراین رعایت میکنن. ما نه، انقلاب کردیم ولی همچنان تنبان میپوشیم. ملت رو، امت رو باز با همون خیرخواهی های انقلابی باید خلع تنبان کرد که دوچار معصیت نشه. مگر نگفت آیت الله مکارم شیرازی که اگر امر به معروف به زبان نشد از به اصطلاح قدرت هم میشه استفاده کرد؟ نه قدرت ما در لندن مسئول تدارکات برنامه، نه، از قوه قهریه منظور هست، میشه استفاده کرد. حالا این قوه قهریه هم که در واقع ملت رو دارن ناز میکنن، کاری نمیکنن، و همون ناز و نوازشی مکتبی ملت رو خلع تنبان کرد و لون به جای اون بپوشن. با شما عزیزان خواهیم بود و سری به بهشت زمینی میزنیم، کوچه پس کوچه های ایران، خیابان های ایران، پیش از رفتن به بهشت موعود. تا لحظاتی دیگر. خب ببینید، ما در ایران گفتم اشاره کردم به آنچه که آیت الله مکارم شیرازی گفت، قوه قهریه، امر به معروف نهی از منکر، با زبان خوش گفته میشه همه اینها هست، ولی خب رعایت نمیکنن، رعایت نمیکنن. از اخلاق اسلامی مکتبی برادران و خواهران استفاده میشه، سوء استفاده میشه
و همونطور که اشاره کردن جای ظالم و مظلوم عوض شده، کسانی که زدن خب تعدادی رو کشتن، 3000 نفر، 4000 نفر، 15000 نفر در زندان ها کشتن در دهه 60. خب مظلومتر از اینها کی هست؟ مظلومتر از مصطفی پور محمدی کی هست؟ مظلومتر از علی رضا آبایی؟ مظلومتر از ابراهیم رئیسی؟ مظلومتر از اسدالله لاجوردی؟ اینی که رهبری هم میگه جای مظلوم و ظالم عوض شده همینه. این برادران با مرارت تمام شلاق به دست در خیابونها به دنبال زن و بچه مردم ناچار هستن بیفتن، چون دستورات الهی رو باید اجرا کنن. واقعا چه ظلمی به این برادران و خواهران میشه. از اسدالله لاجوردی هم اخیرا تجلیل شده به عنوان شخص با بصیرتی که دشمنان به خاطر بصیرت با او دشمن بودن، چند نفری رو کشتن، 4-5 هزار نفر. مسئله نیست. اسدالله لاجوردی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، از اینا ما دیگه از کجا بیاریم؟ اینا رو، این موهبت هایی که خداوند به اولاد کوروش و داریوش و البته کمی هم علامه مجلسی لطف کرده در دامن ملت گذاشت، قدر اینها رو باید بدونیم. جای ظالم و مظلوم عوض شده، نمونه ای از جای ظالم و مظلوم عوض شده رو با همدیگه میبینیم در یکی از خیابونهای تهران. ببینید چقدر همونطور که رهبر جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب یا هر عنوان دیگه هم که دارن گفتن، و بقیه مسئولان جمهوری اسلامی، چقدر مقام زن بالا رفته با هم میبینیم. خب میبینین دیگه، میبینین خواهران با چه مرارتی اینهو سوپرمن چادرا در حال باد خوردن و دویدن به دنبال این بانو و این دختر که خب تار موش بود، بیرون بود، بیرون بوده. و بعد زلزله و سیل و عوامل استکبار دیگه. من بقیه رو خود شما میدونید که چه اتفاقاتی میفته وقتی تار موی دخترم بیرون هست. تو این 3-8 ساله این بیرون بودن تار موی دختران که هنوز هم ادامه داره، چه کاری دست امت داده و چه کاری دست مسئولان ما داده. این قحطی ها، زلزله، بقیه چیزا، انتقال پول ها، نیوردن پول ها به ایران، پول ها رو ما به ایران بیاریم که چی بشه؟ بیاریم سرمایه گذاری کنیم، بسازیم، آباد کنیم، فردا اینا باز تارموشون بیرون هست، سیل میاد خراب میکنه. خب بهتر نیست من تو حسابای بانکی محافظت کنیم؟ تو ونزوئلا داریم میسازیم مثل چی؟ ساختمانای محافظت داریم میکنیم دیگه، تبدیل به اموال و املاکی کردیم در انگلستان و جای دیگه، کانادا، همین آمریکا و جای دیگه. اینجا خب خداوند نگاه میکنه میگه خب اینو ولشون کن، اینو کالباس میمونن، کفارن، تارموشون بیرون نه، زلزله و اینا نه، تو ایران هست که اگه بیرون باشه زلزله و سیل و اینا میاد. اینی که میدونن بیان پولها رو کجا سرمایه گذاری کنن که دچار خسارت ما نشیم. بله این هست. حالا نمونه دیگری هم میبینیم از برادران در علی گودرز. داچ سیتی نیست این، در فیلم های وسترن علی گودرزه. با هم میبینیم. دست بلند کردن رو سر زن و بچه مردم به خاطر جریمه. قانون علی گودرز ماست. میزون بگیر، میزون بالا بگیر. بابا کلت کشیده. مامور قانون کلت کشیده. این تصویرش. به یه جلوشو گرفتن که تیراندازی نکنن. مامور قانون تیراندازی میکنه. خب قانون علی گودرز دیگه، میبینین کل کشیده، یارو چراغ قرمز رد شده،
معلومه که کلت باید کشید، شوخی که نیست. من قبل از انقلاب یا جای دیم ما کشورهای دیم چرا قرمز زد میشه خوب جریمه شون میکنیم. این کارا کار ما نیست، باید به طور انقلابی رفتار کرد. قانون علی گودرز هفتیر باید کشید. برحال این هم بخش دیگه از زحماتی که ماموران دولت فخیمه در ایران انجام میده، جمهوری فقیه، که بدونید قدر برادران و خواهران رو بدونید، هدف اونها فقط هدایت کردن به راه راست هست ولا غیر. با شما عزیزان خواهیم بود و پیام های شما عزیزان تا لحظاتی دیگر. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای چهارنگی. با برنامه بسیار بسیار پرمحتوا، بسیار عالی اجرا میکنی و بسیار بسیار اجرایی که میکنید واقعا من به شما درود میفرستم. من از سوئد تماس میگیرم، خواستم از این طریق از شما تشکر بکنم که اینقدر برنامه‌تون جذاب خوبه و قشنگ تفسیر می فرمایید. همیشه برقرار باشید، درود به شما، زنده باشید همیشه، با اون شعر قشنگی که آخر برنامه‌تون می فرمایید. بانوی گرامی، با سپاس از محبت و ابراز لطف شما سپاسگزار هستم. امیدوارم که هر کجایی که هستید در سوئد اشاره کردید تندرست و شاد باشید و برای شما آرزوی خوشبختی و تندرستی دارم، همونطور که اشاره کردم. موفق باشید. سپاسی دوباره از لطف شما. پیام بعدی رو میشه. سلام عرض کردم. این مسیج و ساقه چالنگی عزیزه که فداشم. خیلی با حال برنامه، خیلی درسته، خیلی لذت میبریم. در زمین برنامه مال مازامبیری که داریم که اصلا فارسی داریم، که آقا اینم واسه شون ترجمه کن، میگه مردم حاجی مرد ما بین مردم، توجه کنید. آره واسه این ایرانی ها دیگه احتیاج نیست برن، حاجی مرد ما بین مردم. خیلی ممنون، سپاسگزار هستیم دوست عزیز در هر کجایی که هستید. با سپاس از شما، از طرف خودم و همکارانم که با من همکاری دارم و نقش بسیار بسیار مؤثر و مهم در برنامه که مورد پسند شما و عزیزان دیگه هست. اما یک نکته رو، بخش دوم فرمایش شما رو، پیام شما رو من به طور روشن در نیافتم. امیدوارم در پیام بعدی اگر توضیح لازم میدونید حتما برای ما بگذارید و برای بینندگان ما بازتاب بدیم. پیام بعدی رو میشنم. سلام عرض کردیم جناب آقای چالندی، با تشکر از شما و از تصویر خبر شما خیلی خیلی ممنون. سپاسگزار هستم از محبت شما دوست عزیز. با سپاس از شما، از طرف خودم و همکارانم در تفسیر خبر، تهیه کننده برنامه، کارگردان و بقیه همکاران. پیام بعدی رو میشنه. سلام جناب آقای چالنگی، غیور مرد لور نازنین من، سلام عرض میکنم. نمیخوام از بابت اینکه این جمله رو به کار میبرم تعصب ناسیونالیستی نسبت به لورا داشته باشم، ولی وجود شما مانند افراد صاحب نظر و پرمغز سایر اقوام کشور موجب افتخار من است. منم ساکن یکی از شهرستان‌های لرنشین ایران هستم.
امروز که برنامه‌تون رو گوش می‌دادم متوجه شدم از درگذشت یکی از فوتبالیست‌های خوزستانی کشورمون اظهار تأسف کردید و درگذشت ایشان را به ملت ایران و فوتبال دوستان تسلیت گفتید. لازم دیدم درگذشت فوتبالیست بزرگ ایران که در زمانی آقای گل لیگ فوتبال ایران شدن، جناب آقای هوشنگ مرادی که در 23 خرداد در شهر بندر لنگه جنازه ایشون تشییع شد، به شما و به مردم شریف ایران تسلیت عرض کنم. آقای هوشنگ مرادی، سپاسگزار هستیم از شما دوست عزیز. با سپاسی دوباره از شما هم ولایتی گرام. درباره مصطفی خراجی من گفته بودم، متاسفم پیام شما دیر به دست من رسید. مصطفی خراجی فوتبالیست خوزستانی مصر سلیمانی و بازیکن تیم شاهین در اون زمان نوجوانی ما و جوانی ما و از بازیکنان سرشناس تیم خوزستان، و اشاره ایشون هست به هوشنگ مرادی عزیز، روانش شاد باد. تسلیت من رو هم بپذیرید شما دوست عزیز و خانواده ایشون و جامعه دوستداران فوتبال در ایران هر کجا که هستن. بله، من بازی های از هوشنگ مرادی عزیز رو به یاد دارم که دیده بودم در دوره درخشانی فوتبال خوزستان، بازیکن بسیار محبوبی در اون زمان، دوره طلایی فوتبال خوزستان. روانش گرامی باد، روانش همواره شاد باد. همه عزیزانی که روزی روزگاری در عرصه ورزش درخشیدند و همه عزیزانی که امروز در عرصه ورزش همچنان در تلاش هستند، و امیدواریم که موفق باشند و تندرست. سپاس بسیار داریم از شما دوست عزیزم در هر کجا که هستید. به پایان برنامه رسیدیم. عزیزانی که برنامه رو از آغاز ندیدن میتونن تا ساعتی دیگه لینک برنامه رو روی کانال تلگرام تفسیر خبر مشاهده کنن. هر پیامی که دارید برای ما از طریق نشانی ایمیلی که میبینید حتما بگذارید، و همینطور از طریق شماره تلفنی که مشاهده میکنید. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنا، درا، کلوند کو، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.